وای اینو ببین چقدر قشنگه. نه 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 زرده. حالا یه دونه دیگه مغازه هست، بیاین بالا. بیا 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 مامان بیا. بفرمایید. شکوفه شکوفه. پریسا خانم یه لحظه ببخشید. یه لحظه داشت. یه لحظه. سلام. خوبی؟ ما الان با هم بودیم. چه سلام؟ آها راست. ببخشید یه سوال کوچیکی دیگه بپرسم ازتون. معیار شما واسه ازدواج چیه؟ اکبر منو دارن صدا میکنم. ببخشید. صدا نزد که. خوب. شیری یا روبا؟ اکبرم. ایوا میدونم اکبری قصد ازدواج داره یا نه پرسیدی؟ آره ببین چیزه دو پهلو صحبت میکنه، یعنی نمیفهمم میخواد ازدواج کنه نمیخواد، دو پهلو. تو چی پرسیدی؟ ببین پرسیدم که معیارت واسه ازدواج چیه؟ آها اینه جغد نگاه کرد فقط. اینه جغد یا اینه بوز؟ فرقی میکنه. خیلی فرق میکنه. ببین جغد فقط اینجوری نگاه میکنه، هیچی نمیگه، سکوت. اما باز اینجوری نگاه کن. ببین کامیز من موندم رو چه حسابی من خواهرمو به تو دادم، خرسرمو گاز گرفت قبول کردم تو دامادمو. شغل خیلی عمیقم مگه بدی؟ پاشو بیا باقی یکی رفقا اونجا دوره همین خوش میگذرونیم، صفایی میکنیم. نه بابا غریبه کی بوده، همه این خودت مشتی و با مرام. کجا؟ اون آقا شجا میزنی؟ خب دعوتم. خب درست جواب بده. کجا؟ باغ. باغ؟ باغ. هر کی میگه باغ باید بری، آره برو خوش بگذره. بله. برو من فقط به آقا جون بگم که هر کی توی باغ تو هم بکنی. آه دلت میخواد بیای؟ نه بیای جان. دو دقیقه صبر کن الان میرسیم. نه باغ کشم حالا خیاله اونم راحت بشه. بهروز داداش. سلام. بهروز داداش خوبی؟ سلام. این دوتا اینجا چیکار میکنن؟ الو بگو. شما سرگرد ما فکر کنم رو دست خوردیم. اینه که همشون با همه. مطمئنی؟ آره این دوتا برادرها. خیلی خوب باشه. بسیار خوب. چی شد؟ چشم داشت نواد بردارم. اومده بریم. بریم. آقا محسن، آقا محسن مگه نمیخواییم بریم خونه؟ یواش یواش. منو سرگرد رحیمی صدا کن. آقای هاونی شما باید به خیلی سوالات ما جواب بدیم. بازی تموم شد. آقا سرگرد محسن حرکت کن. ببین من که شما هرچی پرسیدیم به تو گفتم دیگه، چیزی ندارم برای گفتم. چه من تون میرو آقا معلوم میشه. خب یه ذره آروم تر. بفرما شهرمند نمون کرد. سوژه مورد نظر وارد باغ شد. ما اینجا منتظر میمونیم تا شما برسیم. چش قربان آدرسم براتون میفرستم. ما بلد نیستیم. آره ببخشید. بهروز یک سال کرد گفت بیا بریم اونجا دیگه. بله بله. شما تعارف کردی گفتی من حتما باشم. من نمیخواستم. آره من هی اصرار کردم نه این کار. وای استخ بابا استخ چیه نکنه. بابا من چیکار بریم یه دونه حوزه نشونت بدم. بریم بریم. بزرگتر داره. بزرگترش هم هست. بیا بیا. بفرمایید. به 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 عجب جای با صفاییه. برچه جون شرمنده ها زحمت دادیم. آره میگفت یه جوجی موجی چیزی میگرفتیم بیاریم با خودمون. خدا شما مهمود مایی. جوج موج آماده است. به بزنیم بر بدن
با سروسات و بعدش هم سخت جمعت که ما خسته شدیم انقدر خونه اکبر نخودچی و دوغ و آره. اصلا خسته شدیم بریدیم الان احتیاج داریم واقعا پاشیدن رو نگاه رنگی شده ماشین ما آجون بود میدونی چادر رو میدونی پاشیدن تو ماشین خوبه نیست آقا شون کاکو مبلاش هم مقلا خاشینه این مبلای ماشین فلکی جو نگاه اینه فلکی ما اینم ایران هشت دو هشته ایران هشت دو هشته هیست هیست این ماشین ماست ماشین ما این آره ماشین ماست ماشین ما اصلا شبینی خود ماشین ماست فلکی ما دیگه بله ماشین خود شماست. ای! آقا اشکا! آقا جون! بیا! جب جای با صفاییه چه خبر احمدی؟ باقو محافظه کردیم منتظر دستور شما این جب سر از داخل چه خبر؟ ماشین آقا کریم داخل باقی یه سه چهار نفر دیگه من هسته ای بابا میشه به ما بگین جریان چیه ما بدونی؟ آقا کریم شما باید به ما بگی جریان چیه؟ ببینم بهزاد و بهروز با این قاچاقچی‌ها چه رابطه‌ای دارن؟ چه حرفیه میزنی آقا؟ چه حرفیه میزنی آقا؟ قربونت برم بچه های من یه امنون حلال خوردن آقا چاقچی جماعت چی کار میکنن داشته بودن؟ پس میشه بگی الان اون تو چه کار میکنن؟ چی کار میکنن اون تو؟ اون تو بودن خودم دیدم شو رفتن تو باغ بهروز و بهزاد با قاچاقچی‌ها تو باغ هم؟ بله مطمئنی؟ بله بله تو نمیدی اگه بدونم این بچه های من با این قاچاقچی ها ارتباط دارن با همین دست خود رو خفت بشون میکشمشون میکشمشون باید بچه ها تومه شده باشن ما هم نمیدونیم که ببین اونجور که پیدا تو قاچاقچی خیلی رفیقم خودم دیدمشون خودم دیدمشون رفیقم آقا کریم آقا کریم آقا کریم بذار اونو بیار مرکز مرکز کریم یه دست آمبولانس به موقعیت اعزام کن آقا کریم حالت خوبه بلند کن کمک کنیم بچه بلندش کنیم تا کسی نیست بیا من برای تو رو میجوام تو واسه منو بیا نمیشه اول تو بیا نمیرسی آدم سلیم میجوییم هرکی بس خودش میجوه عزیزم ما هیچی نمیدونیم اگر بدونیم هم نمیگیم هیچی الان معلوم میشه هیچ وقت ما رو تهدید نکن اینو خیلی ظریف دارم بهت میگم ببین فرشاد خیلی نامردی بذار سرگرد برسه ببند دهن تو سرگرد؟ با پلیس همکاری دارین؟ نه بابا این سربازه بعد سرگردش میخواد پایان خدمتش رو بده اگه یه مو ازش کم بشه دیگه پایان خدمتو نمیده و دیگه مجبوره بیاد اینجا پایان خدمتو بده دهن تو دیگه اینجا نمیاد اصلا این نمیدونه این اینجاست الان معلوم میشه اون چاقو رو آماده کن چاقو واسه چی چاقو نه با کدوم میشه تو نه ما رو چیز نکنی ما رو نبری نه وایسا با یه دقیقه با هم توافق کنیم بیا ببر اون بر یه دقیقه نبر بذار ما توافق کنیم یه دقیقه وایسا میخوای توافق میگو توافق کنیم بیا میشه تو بیا ببین بس اول نوت رو ببره خب فوقش دماغتو میبره بعد ما هم توافق کردیم دیگه بعد گوش میدی تو هم فرامت میگیری تموم شه باشه خوب بچه تو هیچ چی نمیشه یه طرف اینو ببری دفعه با همین توپلو شروع کن آره چرا گوشه تو که ببره بذار کف دستت مثل بلبل واسم چه چه میزنه آقا من کاری نکردم اصلا چیزی رو نمیدونم منو نبا ماشین بیا
اون رسمه رو پیک گذاشتی. دقیقا وقتی نمیتونن ماشین رو به عنوان ماشین اجاره‌ای بدن به شما، تصمیم میگیرن مواد رو یه جوری تو ماشین شما جاسازی کنن، بعدش هم که رسید مشهد بیان ازتون پس بگیرن و خلاص. ما رسمن یعنی که پیک رو داشتیم براشون دیگه. دقیقا یه خانواده ناآگاه از همه جا بیخبر پیدا میکنن که پلیس کوچکترین شکی بهشون نکنه. شاید هم کمترین شک کنه. هم شما همه اینا رو در جریان بودی میدونستی؟ شما سیگار میکشی؟ ما نه دودزا انداختیم تو اتاق بو گرفتیم. بله ما از اول در جریان بودیم. میگن پلیس حواسش به همه چی از همینا، درسته محسن؟ درست میگم یا نه؟ من یادم باشه حتماً برای توی 10 روز اضافه خدمت ببرم، یاد بگیری با بزرگتر چجوری حرف بزنی. چرا سر گفت من نگم غلط کردم، من خودت چون بگم کدوم یگانه، بگم کدوم یگانه. نه ما گفتم خراس میگه دیگه شعور داشته باش دیگه. محسن گفتش تو خونه محسنم الان دیگه شد جناب سر گفت. خیلی خوب جناب سر گفت یه چیزی ببین چی میگم. من اونو به من بگید، اینو ولش کن، باید سریع یه سر بری بیمارستان. نمیخواد، دوتا سرفه میکنیم، دود بود چیزی نیست. باید بری به خاطر بابات. بابام؟ آقا جو مرد، 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 از تهران میخواد بره. ای خدا، یه با چه هم برد برشید، آخری یورینش که دستش کرد، ای خدا، احمدی! خب خدا رو شکر کردم بهتری. الحمدلله، صد هزار مرتبه شکر. آقا موسی سرگرد، چه فرق نمی کنم قربون برم، این بچه های ما بالاخره تکلیفشون چی شد؟ با این آچارچی ها دست به یکی کردن یا نه؟ نه خدا رو شکر، فقط گول خوردن دیگه، بچه هم تومه قرار گرفته بودن. پس بیگناه. بله. خب این قضیه دزدی و جاسازی کاکون و نمیدونم این مهاجرا چی بود؟ ما که نفهمیدیم والا. راستش قصهش مفصله آقا کریم. چطور؟ ببین وقتی این فرشاد و اشکان رو داره دستش نمیتونن ماشینای به اصطلاح اجاره‌ای بدن به شما، یه تصادف سوری را میندازن که بهترین فرصت باشه کوکائینا رو تو ماشین جاسازی کنن. بعدم شما از همه جا بیخبر کوکائینا رو مستقیم بردارین بیارین مشهد، بعدم دوباره یه جیر ازتون بگیرن. فقط از بدشانسیشون یه عده دیگه میان ماشین رو میدزدن، که باعث میشه هم ما در جریان قرار بگیریم و قضیه رو مدیریت بکنیم، هم شما خانوادتون خدای نکرده خطری تحتیلتون نکنیم. بدبختی. آره اینه که ببخشید آقا محاسر اوهده بیا جام سرهنگ میان خدمت جام جام سرهنگ. بله برمان. بله برمان که سلام آقا جون. آقا جون سلام. آقا جون. آقا جون آقا یواش آقا جون ببخشید آقا ول کن. آقا ول کن بابا، گوشم رو میکنی. من چه میدونستم این فرشاد این کار است. اون خدا کنه اون چیکار کنه. آره جناب سرور گفت گول خوردی. ببینم بابا ماشین رو در جریان نذاشتی. نه آقا جون نه، فقط ولی نیومدی آمپول بزنی که میفهمه بالاخره دیگه بستری شدی بیمارستان. بعد میگم سلام، روز بخیر. سلام آقا کریم، ما حالشون چطوره؟ الحمدلله. من پسر بزرگی شم اگه چیزی هست دکتر من بگو. دکتر ببخشید آقا ببینیم دکتر ما دیگه مرخصیم دیگه، باعث نداره. نه آقای هاونی عزیز، یه دو سه روزی مهمون ما هستین. بله آخه دکتر ما همش یه هفته اومدیم با عزتون سفر، بعد اینم با تو بیمارستان باشیم، بس بگو سفر بی سفر. آقا کریم به خاطر شوکی که بود وارد شد کریم چرا میکنی یه جوری که کریم انگار 6 دست بابا آقا کریم بود نبود. آقا کریم حالت خوبه؟ خواهش میکنم مراعات حال بیمار رو بکنید. آقا کریم حالش خوب نیست، یه 3 روزی مهمون ما هستن. خواهش میکنم دوره برش هم زیاد شلوغ نکنید. 3 روز آقای دکتر چه خبره؟ ماشاءالله نه آقا کریم سرمو رو گنده است، به نظر من نیاز نیستا. اگه تشخیص شما اینه پس بفرمایید سایر بیمارا رو ویزیت کنین، منم برم آشپزخونه کار شما رو انجام بدم. وا آقا کریم مواظب باشید. دکتر سلامت باشی عزیزم. شما خوبی؟ خدا رو شکر خوبم الحمدلله. ببینم باباتونه؟ نه ولی ان شاءالله
بله یه خبرایی هم. سلامتی. ببینم میخواد با مادرت ازدواج کنه. شما سلام داره. این مهمونه یا پلیس میگیرنشون یا همش مریضا. چیزیش نیست که اینقدر شلوغش کردن. اون مشاله قویه. من میشناسم شوهر خودمو. قرار بود این نبود. نمیخوام سه روز اینجا بخوابی. سه روز اینجا بخوابی برای چی؟ بلاش ببینی. با تشخیص دکتر. نه مادر جان نگران نباش. اینو من تا آخر باز کردم سری بره راحت تموم شه قشنگ با خیال راحت. دست ازم بگیم میخوای منو بکشی؟ میبندم دست ازم پاشه بینم میخوای منو بکشی؟ میبندم شما باشه مادر دست نزن بایی به هر چی تو کار داری یا بلنشو ببریم آقا کریم آقا من هستم حالا حالت خوبه؟ حالا خوبه خب نمیخواد سه روز اینجا بمونی برای چی میخوای سه روز اینجا وایسی؟ پاشو بریم نمیام من نمیام تو که پلن گفتی من حالم خوبه که ببخش پرس خانم مامان میخوام شما بری بیرون فضا سنگینه. آره من هستم. من خودم اوراق آورده. آقا نه خودم هستم. برو من اینجا بسرشم. برو. آقا جون ما به زورش در خلوت کنیم. بفرمایید. بفرمایید راحت کن. آره. پریسا خانم نگران نباشید. من اینجا هستم. زیور خانم. بفرمایید. ممنون جناب آقا تعارف نکن دیگه آقا کریم دیگه آقا کریم یه مقاله علمی خودم در مورد فواید این آناناس درست میوه گرونیه ها ولی ببین اینقدر فایده داره میگم به برادر فقط آناناس بدیم بابا منم میدونم گرونه میدونم هم خیلی فایده داره من نمیخوام شما به زحمت بیفتید در ضمن من یه سن و سالی دارم که الان دیگه نمیتونم آناناس بخورم واسم خوب نیست آقا کریم ببخشید الان پیاز کیلو 5000 تومانه دیگه آناناس 25000 تومانه دیگه چیزی نیست دیگه بعد بخوری جون بگیری الان به خاطر همین میگم که شما تو زحمت نیفتی این حرفا چه زحمت شما رحمت آقا کریم شما تو این سه شب ما رو خیلی شرمنده کردی اکبر آقا نه بابا واقعا مثل پروانه بالا سر من بودی اگه مادر 10 تا پسر مثل تو داشته باشه والله بازم کمه آقا کریم منم عین پسر شما من غلام شما نگو از پسرهای من نگو کاش یه جو از این غیرت و همت تو وجود پسرهای من هم ببین سه شب من تو بیمارستانم یکیشون یه شب نیومد بالا سر من آقا کریم اجازه بده سوی تفاهم نشه ها اون تفلکی ها میخواستم بیان ولی من گفتم آقا اجازه بده من برم غلامی آقا کریم رو بکنم من نوکریش بکنم جان من راست میگه بله میخواستم بیان من نمیذاشتم آخه تفلک ها قضاوت کردم ببینم من که برم یارم شما چند سالته وایز شما 35 سال راست میگی؟ ماشالله هزار الله و اکبر اکبر آقا اصلا بهت نمیاد ماشالله خوب موندی ها ببین تا جوونی آسین بالا بزن پا پیش بذار باری از هم بگی چون تا چشم به هم بزنی دوربرت نگاه میکنی میبینی 40-50 سالت شده بود تنهایی ها اتفاقا به فکرش هستم آقا کریم آفرین آفرین حالا که به فکرش هستی دست به جام بود 3-4 تا نوه ترگل برگل بذار تو بغل ننه این آخر عمری حالی بکنه بنده خدا چش اکبر آقا من عین داداش بزرگی خودت نگاه کن تا ما اینجا هستی مگه کسی چشتو گرفته تو فامیل به ما بگو با ننه و شکوفه بریم کارو تموم کنیم یار مبارک بادو بخونیم من آقای کریم مشکل اینه که کوچیکترین بچه فامیلم نداریم دیگه بابا توکل داشته باش بالاخره تو در همسایه آشنا یه دختر خوب و محجوب پیدا میشه دیگه میشه ولی چطور بگم راستش آفرین آفرین من عاشق آدم های محفوظ به حیا هستم واقعا حیا از سر تا پات میباره تو همین چند روز که دیدمت خیلی آدم با معرفتی هستی سفره‌دار، دست به جیب، با معرفت، از همه مهمتر، با اخلاق اهل دود و سیگار و رفیق ناباب هم نیستی بیشتر دوربر خانوادت والا تو این دور زمانه آدم مثل تو کم پیدا میشه اکبر آقا خوش به حال مادرت والا، آقای کریم من جونم. چطوری بگم؟ من... هیچی خجالت نکش، تو چشای من نگاه کن، بگو کیو میخوای؟ والا راستش ننه و شکوفه خانم که شما خیلی قبولش دارین خب یکی من انتخاب کردم اونا هم تاییدش کردن میگن دختر خوب اصلا همه چیزش به قول معروف مورد پسند قبول شده آقا جون بز حاضر دوزم حاضر
ننه راضی، شکوپ خانم راضی، شما راضی، پس مشکل چیه؟ آها مشکل ببینید آقا کریم، میدونی که ازدواج یهویی پیش میاد. آها خب بعد چون این جریانم یهویی پیش اومد، بعد یه اتفاقاتی پیش اومد که من هی میخواستم بگم ها، یعنی میخواستیم مطرح کنیم، یهویی اتفاقی میومد نمیشد مطرح کنیم، ولی الان که شما این شجاعت رو به من دادین و من دارم مستقیم گفتین باهاتون صحبت کنم و رخ به رخ صحبت کنیم، خب اگر شما اجازه بدین من و ننه جون و شکوفه خانم با یه جعبه گل و یه دست شیرینی بیام خواستگاری پریسا خانم. چی؟ پریسا خانم! پریسا خانم! اکبر پاشو برو هم مشکری مزخوری کن با این گندی که زدی. پاشو نه جا، الان وقتشه به نظرت؟ نه دیگه وقتش نیست دیگه، تو اگه وحشناس بودی بابا که نداری، نه نه تو میبردی خواستگاری، نه خودت داری برای خودت خود شیرینی. میبینی میگم کریم زشت بلنشو بریم بشینی پیش اونا. زیبر ببین من دستم این پسره برسه لوله وردش میکنم. بابا مگه چی کار کرده؟ کاری نکرده، تفلک گناهی که نکرده، خواستگاری کرده. حالا فقط بیشعوره. یه روز و نیمی هست یه سوالی ذهن منو درگیر خودش کرده، اونم اینه که تو وقتی داشتی از آقا کریم دخترشو خواستگاری میکردی دقیقا به کجاش نگاه میکردی؟ ها؟ فرقی میکنه به کجاش نگاه میکردی؟ مهمه کجاش نگاه میکردی، بگو. بگو خواهش میکنم. تو چشماش. حالا کی دیده یکی بلندش بیاد پیش بابای دختر ازش دختر خواستگاری کنه؟ سابقه داشته به من بگو. بابا حالا بنده خدا یه اشتباهی کرده، اونم خودت مقصر بودی، خب خودت از اول همینجوری بهش رو دادی. زیور من از کجا میدونستم میخواد باشه بیاد خواستگاری؟ حالا بلفرض من هم گفته باشم، این نباید شعور داشته باشه که یه دختر پدر داره، مادر داره، اقوام داره، همینجوری نباید بلندش بیاد تو چشای من نگاه کنه بگی که با ننه و شکوفه میخوایم بیایم خواستگاری پریسا خانم. واقعا تو چشش خیلی شدی گفتی؟ خدا آقا کریم گفت تو چشام نگاه کن و خدا آقا کریم گفت؟ حیای گربه کجا رفته؟ لاغر به زمین نگاه میکردی؟ یا به افق خیره میشدی؟ فید میکردی خواهی تو؟ حالا چه فرقی میکنم کجا نگاه میکردم؟ اتفاقا بهتر شد تو چشاش نگاه کردم، فهمیدم میزان علاقهش به من چقدره، چقدر از دستم عصبانیه. خب چقدره؟ خیلیه ولش. بلاخره دختر بعد ازدواج کنه دیگه، اتفاقا پسر بدی هم نیست. ننه و شکوفه هم با من صحبت کردن قراره بیان تهران خواستگاری. آها چشم روشن، پس این دیگه تو بار گذاشتی. بابا شما آتیش بیارم هر کی بودی. حرفا چی حالا این وسط جلوی مردم؟ من که گفتم اصلا قصد ازدواج ندارم. الان دختر جون تو بلاخره بعد ازدواج کنی یا نه؟ الان 27 سالته، من اندازه تو بودم شما ستاره داشتم. ببین کریم بلنشو برو روی اکبر ببوسی. زیور زیبر من برم صورت اکبر ببوسم تو این موقعیت؟ همینی که بهت گفتم، ببین دو هفته است تو خونه شونیم داریم نون و نمکشون رو میخوریم، زشته. زیبر بذار سنگین رنگین بشینیم، انقدر اصرار نکن، من از جام تکم بخور نیستم، فهمیدی؟ تو هم اینقدر نگران نباش اکبر، من با زیبر خانم صحبت کردم، قرار شد هر وقت رفتن تهران ما هم میریم خواستگاری. بلیتو بگیرم الان. با چه تی چرا انقدر هولی تو؟ بذار برن تهران خستگیشونو بگیرن، یه ذره استراحت کنن، خشم آقا کریم یه ذره بیاد پایین، بعدا میریم خواستگاری. خشم اجدا که نداشته، یه خواستگاری ریز کردیم.
بس کن اکبر. من نمیفهمم کدوم آدم عاقلی میره از بابای دختر خواستگاری میکنه. خوب شد دستش به دست و اینو با پشت دست میزد تو گوشت. تو داره تو زندگی چی رو فهمیدی؟ مقصر من وقتی که اومده خواستگاری بفرمام. به نام خدا، خدایی که ما رو دوست داره، ما همونو دوست داریم، خدایی که عاشق ماست، ما عاشق خدا هستیم. سلام به همه شما عاشقان این سرزمین مادری که نامش ایرانه. خوش آمد میگم. امروز روز بزرگی برای ملت ایران. قدیر خم بر همه شما مبارک باد. یه تشکر ویژه‌ام دارم از بر بچه‌های خوب پرسنل ناجا که واقعا ما رو یاری دادم، و یه تشکر ویژه میکنم از خانواده محترم کریم تاوانی عزیز. خوش آمد میگم به ریاست محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر شهر مقدس مشهد. اجازه میخوام دعوت کنم از عزیز دلم جام سرنگ خلیلی تشریف بیارن، ضمن تشکر و تقدیر از خانواده محترم تاوانی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ضمن سلام و خوش آمد خدمت شما همه عزیزانی که در این مراسم با شکوه شرکت کردید. من تو تشکر کنم از همکاران عزیز خودم در نیروی انتظامی مشهد مقدس و خراسان رضوی. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. میدونم همونطور که آقای مجری گفتن برنامه‌های زیادی هست. من در اینجا میخوام دعوت کنم از دوست عزیز خودم آقای کریم هاونی عزیز. همونطور که می‌بینید ما تونستیم با کمک این دو خانواده و همکاران خوبم در ستاد مبارزه با مواد مخدر مشهد مقدس، تهران و سوادکوه و دوست و همکار عزیزم جناب سرگود رحیمی که جاشون اینجا خیلی خالیه، الان مأموریت تشریف دارن، یه باند بزرگ که توزیع مواد مخدر رو شناسایی کنیم و دستگیر کنیم. و امروز تونستیم میزبان یک خانواده عزیز باشیم، میزبان خانواده آقای کریم هاونی عزیز. به نام خدا سلام عرض میکنم. ای سعید قدیر خون خدمت شما عزیزان تبریک میگم. ببخشید، میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست. جناب سرهنگ، من و خانواده محترمم یک قدم کوچیک برای جامعه برداشتیم، یک قدمی که وجدانمون به ما گفت این کار رو بکنیم. چرا؟ چون که من دو تا جوون دارم، نمیخواستم این جوونای من محتاط بشن. من نه سه تا جوون دختر البته محتاط نمیشه،
من البته خیلی کار کوچیکی کردم. آقا کریم ببخشید، ما بی تاثیر نبودیم وا. خب بله، من که دارم میگم دیگه. بله شما خیلی تاثیر داشتی آقا کامبیز، همین که رفتی مواد تو جاساز درآوردی، همه رو حتی برادران زحمت کش نیرو انتظامی رو به زحمت انداختی، خودش تاثیر دیگه. بفرما، من نمیدونم چرا هر چیزی تقصیر ما میفته. اگر اون برادر گرامی شما با اون آقا فرشو طرح رفاقت نمیریخت، کار به اینجا نمیکشید. آقا کامبیز، اگه من نبودم، اگه رفاقتم نبود، الان این عملیات شکست خورده بود، یا عالمه جوونم بدبخت شده بودم. برادر من، خواهش می آقا. آقا جون بس، عزیز من بس. آقا یه صلوات محمدی قسم بفرستید. میخواستم با اجازه آقا کریم از یه نفر دیگه دعوت کنم بیاد که خیلی زحمت کشیده و اونم آقای اکبر یگانه عزیز. آقای خوبانی خواهش میکنم، شما بزرگی آقای نابغه رو بردی تو خواهش میکنم. آقای خوبانی شما بزرگی، بفرمایید. آقا آقای در من آبرو نذاشته، خواهش میکنم. خواهش میکنم. تا رفته خدمتتون عرض کنم با تشکر از همه اون کسانی که در این عزیز من ببخش من خیلی ببخش یه تشکر بدم. من عرض کنم که فرماندهی محترم ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در این عملیات ما رو همکاری کردن، طبق دستور ایشون برای آقای خامنه‌ای و خانواده محترمشون تقبل یک دو هفته سفر به شیراز رو کردن که آقای خامنه‌ای و خانواده‌شون تشریف می‌برن. پسر خانم اسفنداری هستم، دو هفته با زحمت کشیدی. اینا برن شیراز یعنی چی؟ یکی به حسابش مال ماه، اون وقت شیرازش مال ایناست. آقا اعتراض داریم. باشه ببینم آقا جرگه چرا بشه، میگه آقا کریم میذاره ما تنها باشیم، آقا کریم ما رو میبره سفر، درست یا نه؟ بله، کریم هاونی اون مرده که میزباناش هم با خودش میبره سفر، هزینه‌ش هم جناب سرهنگ نیروی انتظامی تقبل میکنه. افتخار جناب سرهنگ بده دستش رو. حسن من شیراز بیا نیستم، هر کاری میخوای بکنی بکنی، به رسیم بیام. حسن میخوام آقا جون باشو، آقا جون، آقا عزیزا دل برا جانا نگارا، فراغت می کند دیوان ما را، نشانی رد پایی گوش چشمه، به خانه راه گمگشته بارا. به درد غربتم عمری گرفتم، خدام اینجا دلم در خونه یا خدا من بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یار. یک بار دیگر دل قصد سفر کن، در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم،
سر به در خدا اینجا دلارم در پیش دلبر خدایا این سفر که میبرسم خدایا کن سفر آسون برایم که بینم بار دیگر یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان فکر فراغ و تابت از سر به در گلکم از سر به در کن